سلام سلام، به 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 به، عیدتون مبارک. ببین کی اینجاست، ما از این به بعد هر شب هم اینجاییم. 13 قسمت ویژه برنامه نوروزی نیمه شب با آیتم‌های خفن قراره بتره کنیم، قراره متحول کنیم همه محتواهای کشور رو. کل مهمونای ویژه داریم، البته نه دیگه، هیچی نداریم، نه مهمون داریم نه آیتم‌های خاصی داریم، همون برنامه قبلی رو میتونیم بریم در بهترین حالت، حتی همون هم شاید نتونیم بریم، چون در حال وقتی پشت سر هم چند تا منو ضبط می‌کنیم ممکنه کیفیت افت کنه دیگه. شما به بزرگی خودتون ببرید. دنیای بدون محمد رضا گلزار رو گیریم. سیامک انصاری هستم. ما هم از طریق مجاری ادراری خوب آرایش کنم، خوب بگردم و خوب بخورم. بزن شمارتون. نزنی خودم گیرش میدارم. من اگر گزارشگر نمی‌شدم و دوست داشتم که یک کار دیگه ای داشته باشم، بازم گزارش شهیر رو نیست بداشتم. عجیبه، واقعا عجیبه. من یه توضیح کوچولوی همین ابتدای کار بدم. ما در ویژه برنامه های عیدمون میایم سال 1400 رو با همدیگه از اول شروع میکنیم مرور کردن تا آخر. یه بخش ویژه هم داریم، بررسی اتفاقات هول و هوش نوروز در قالب نمایشه. آقا شما آقای تقی‌پور، ببخشید من امروز خیلی حالم هم مساعد نبود، خیلی زحمتتون دادیم، خیلی خوش گذشت، دستتون درد نکنه، ان شاءالله سال خیلی خوبی داشتید، بعدی خوبی دیدید دیگه حلال کنید. خیلی مخلصم، خدا حافظ شما برای همیشه. آقای فراستی گفتن که برخی افراد آرزوی مرگ من را دارن. کی آخه آرزوی مرگ شما را داره؟ کی دلش میاد شما اینقدر مهربون، اینقدر نازنین، اینقدر گوگولی؟ بعد شما ای اصلا چیکار کردی که کسی بخواد آرزوی مرگ شما را داشته باشه؟ من تا حالا چیز خاصی ندیدم از شما که بخواد مثلا حرفی بزنی یا خدا اینکه کسی رو ناراحت کنی. من میدونم همیشه حواست هست که حرفایی که میزنی روی خط باشه، به کسی بر نخوره، حواست به دل آدم ها هست، نشونی، میدونم، مهربونی. این آشغالایی که ما میبینیم، مردم این آشغالا رو نبینن، آشغال تحویل میدن. تمام فیلمایشون بده، انقدر بد و جلفه، با این توجیه احمقانه مرتب داره اسکی میره. چند دقیقه که اینم غیر قابل تحمل، بیچاره و مفلوکیه. البته اینایی که من میبینم، حالا ممکنه این افراد که مثلا فیلماشون رو نقد کردی و اینا آرزوی مرگ شما رو داشت، یاره یکم ممکنه داشته باشه، حتی ممکنه در راستاش یه سری اقدامات هم انجام بده. فرار کن به نظرم، هر چه زودتر متوجه. پارسال این موقع رئیس جمهور کره جنوبی مشاور عالی اقتصادیش رو به دلیل اینکه کرایه خونش رو 14% برده بود بالا از کار برکنار کرد. به تو چه؟ خونه خودش دیست داره 14% ببره بالا دیگه، مگر اینکه رئیس جمهور خودش مستجر مشاور عالی اقتصادیش بوده و سر ناراحت شده از این قضیه. نه منطقی نداره، بس 14% چیزی نیست بابا، ما امسال 50% رو اجاره خونمون رفت، هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد. یعنی مستجر قبلی خود مقاومت میکرد، انداختیمش بیرون، 50% آوردیم رو اجاره، یه مستجر جدید آوردیم. اقتصاد اونا مریضه. هر سال فروردین یک ویدیویی اومد از آقای محمد رضا گلزار در دبی که با دوست جونیش روبرتو کارلوس با هم تو لامبورگینی عشق و حال و این صحبت ها. بعد یه نفر اومد گفتش که آقا این روبرتو کارلوس وضعش خرابه،
چند هزار دلار میگیره روزانه با آدما مثلا معاشرت میکنه، اینا با هم دوست نیستن، حتما اشتباه میکرده. این روبرت کارلوس و مرز گرزار با هم رفیقای قدیمی هن، اینا با هم همکلاسی بودن مثلا من فکر میکنم، یا شاید مثلا هم خدمتی بودن، یا نمیدونم تو تیمای مثلا پایه با هم مثلا بازی میکردن، اونجا دوست شدن. شاید اونی که چیز که به روبرتو کارلوس پسی زد توی فرودگاه شاید اون ممرز و گرزار بوده، بعد با هم دوست شدن. مثلا اولش با دعوا شروع شده، خیلی دوستی ها اینجوری دیگه، بعد دیگه با هم عیاق شدن مثلا بعدش، یه پسی زده و اینا. حالا اگه اینم نبوده که اصلا چند هزار دلار برای ممرز و گرزار پولی نیست جدی، ولی اون آقای چرا به روبرتو کارلوس پسی زد؟ خیلی چیز عجیبی بود. وقتی روبرتو کارلوس برای بازی در تیم ستاره های جهان به تهران اومد، یه نفر از استقبال کننده ها یه پسگردنی به کارلوس زد. بروزترین سریال ها و فیلم های سینمایی ایران با تلویکا تلویکا.com. پارسال فروردین ماه یک ویدیوی دست به دست می شد با این مضمون که ماری با مرد روانسری سیب زمینی و نوشابه می خورد. البته باید تیتر این میشد مردی که مار رو مجبور به نوشابه خوردن میکنه، چون مار رو میگیره کلهش میکنه نوشابه. به زور مار هیچ تمایلی نداره اینجوری میره. خیلی چیزه. یا مثلا میگفتم مردی که نوشابهش رو ماری میکند، به مار آغشته میکنه و نوشابه رو میخورد، چون مشخصا مار چیزی نمیخوره. واقعا زیاد غذای سالم نیست سیب زمینی نوشابه، مثلا برای مار هیچی. خودت هم به نظرم سیب زمینی نوشابه نخوری بهتره. واقعا ماره رو ول کن، این مارو آزاد کن بره. به راستی عسکر از جان مارها چه میخواهد؟ هفدهم فروردین ماه سال گذشته، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در پاسخ به این سوال که شما چی گفتید مرغ هست، پس چرا مردم اینقدر تو صف وای میسن، گفت مرغ هست. مردم عاشق صفن، از صف خوششون میاد، میرن تو صف وای میسن. راست میگه، ما واقعا از صف خوشم میاد. من خودم صف میبینم یه جوری میشم، این صف میبینم یه پسر صف عجب صفی. راست میگه، یه ذره ما از صف خوشم میاد. آقا باش، اینجا صف چیه؟ فکر کنم دستشوییه. فکر کنی؟ یعنی دقیق نمیدونی؟ از دوستان بپرسید. آقا باش، شما چرا تو این صف هستی؟ تو صف وای نسیم چیکار کنی؟ بریم خونه بی دلیل تلویزیون ببینی؟ اینجا ما زنیم یه کار مفید میکنیم. چه کار مفیدی؟ تو صف وایسادن. عالیه. چرا خوشحالی شما؟ میگم صف اینجا. آقا ببخشید، شما چرا تو این صف وایسادید؟ انتخابات ما هر سال با خانواده شرکت میکنیم، وظیفه‌مونه در اداره جامعهمون شرکت میکنیم. آقا انتخابات چیه؟ اصلا موقع انتخابات نیست الان. شناسنامه برای چی آوردین پس؟ شناسنامه برای این آوردی که رو هر کد ملی 2 کیلو مرغ میدن. آقا انتخابات رو اشتباه میکنی، انتخابات رو برای چی شناسنامه؟ 2 کیلو مرغ فرد اعلی. آقا شما هر سال تو انتخابات شرکت؟ من هر سال با خانواده تو انتخابات شرکت میکنیم. بله. مرغ. مرغ. یعنی اختلاف نظر هست که صفه چیه؟ آقا ببخشید، شما نفر اول صف هستید، صف چیه اینجا؟ صف من صف من خواب خسته بودم، تکیه دادم به دیوار خوابم برد. صفه؟ صف مرغ نیست؟ صفه. آقا یه صف دیگه اونجا، آقا یه صف دیگه اونجا. میلیون ها پیام اومده فوش فوش که آقا این موتوره چیه؟ این موتوره خودم از سایت ایسام خریدم، خیلی هم خوشم میاد ازش، از این مدام همه جا با خودم میبرمش، هیچ کاری هم نمیتونید بکنید دیگه، من با این غیر قابل شکستم. سایت ایسام کجاست؟ اونجاییه که نیسان آبی رو گذاشتم برای مزایده فروختن 650 میلیون تومان کلی وای زندانی آزاد کردن، کلی چیز میز مردم دارن اونجا خرید و فروش میکنن، شما برید توی سایتشون و سر بزنید.
در این چند برنامه‌ای که از ما دیدید ما خبرهای عجیبی رو واقعا کار کردیم. خب از این به بعد هم به واسطه مدل برنامه‌مون قرار خبرهای عجیب دیگه‌ای رو هم کار کنیم. منتها من مطمئنم هیچ خبری، تأکید میکنم هیچ خبری از این خبری که میخوام الان بهتون نشون بدم ویدیوشو عجیب تر در برنامه نبوده و با اطمینان میگم که نخواهد بود. حالا شاید بگید که خب این کجاش عجیب بود، مردم هم دیگه سوار اتوبوس شدن. آره واقعا هواپیماست، اتوبوسی هواپیماست، مردم سر پا وایسادن و داره حرکت میکنه، یعنی ظرفیت پره، مردم سر پا هن، هواپیما داره میره و مردم قرار سر پا وایسن تا مقصد. من هرچی به این اضافه کنم از طنزش کم میشه. پارسال فروردین ما مثل الان واکسن به اندازه کافی در دسترس نبود و به مشاغل خاص واکسن می‌زدن، مثلا راننده تاکسی ها، راننده اتوبوس ها، پاکبان ها مثلا. به خاطر همین مسئولین آبادانی به یک ایده بسیار درخشان رسیدن، اونم این که برای خودشون خود پاکبانی گرفتن، لباس پاکبانی پوشیدن، خودشون رو پاکبان جا زدن و رفتن که واکسن بزنن. مسئولین آبادانی خودشون رو پاکبان جا زدن که برن زودتر واکسن بزنن. من واقعا نمیتونم واکنشم رو به این اتفاق به درستی بیان کنم، واقعا جاش نیست اینجا، ولی ما این خبر رو به چند نفر دیگه نشون دادیم، بریم واکنش اونها رو با هم دیگه ببینیم. امروز اولین روز قرن جدید بود. این همون قرنیه که شما میخواستید شروع کنید به تغییرات گسترده و بهتر کردن زندگی شخصی و کاری و اجتماعیتون و اینا که هیچ کدومو انجام ندادید. مثل ما که میبینید که همون برنامه رو داریم میریم، هیچ تغییر خاصی انجام ندادیم. ما هم تو ذهنمون بود مثلا این برنامه رو خیلی بزرگ کنیم و اینا که اتفاق نیفتاد. برای شما هم اتفاق نمیفته، خیالتون راحت باشه، مگر اینکه خیلی کوشا باشید که در اون صورت باز هم برای شما اتفاق نمیفته. مراقب خودتون باشید، دوستتون دارم، خدافظ.